فاطمه حیدری مهمان ماست. در این بخش میخواییم که صحبت بیشتر داشته باشیم در رابطه با زندگی شخصیشان و مکتب به کجا خواندن، چند نفر هستن در فامیل، ای که چطور علاقمند دوچرخه سواری شدن و از کجا عشق پیدا شد. میخواییم که صحبت های بیشتر داشته باشیم و چه حرفا و چه گپ های دیگه هست در زندگیشان، او را میخواییم که با ما شریک بسازه. بانو حیدری، صحبت بخیر، بسیار خوش آمدی. سلام، عرض احترامات خدمت شما و همچنان صبحتان بخیر و همچنان سلام صبح بخیر خدمت تمامی اعضای تخنیکیتان و همچنان بینده های عزیزی که ما را از پرده تلویزیون میبینن. سلامت باشین. روزای قرنطین و این روزا چطور میگذره؟ روزای خسته کن است. خسته کن است. خستگیش در چی هستی که نمیتونی دوستایت ببینی یا کتب اسکلت بری جایای را ببینی؟ خستگیش دهی است که به تمریناتم درست رسیدگی کده نمیتونم و محدود هستیم در خانه. کجا بیشتر میرفتین تمرین میکردین؟ والا جای خوبی برای بانوان نیست، ولی بازم دارلمان، قرغه، باغبالا جای تمرینی ما بود. بریم به ایران، به طفولیتتان و از طفولیتتان میشه که در ایران بر ما قصه بکنین بگوین. بعدها میریم به طرف کشور زیبای خود ما، از مکتبتان در اینجا به ما قصه بکنین و کارهایی که کردین. در سال 1378 من در ایران در شهر یزد متولد شدم و تا 6 سالگی 7 سالگی را اونجا بودم. بله. و بعد از اون دوباره برگشتم به کشور خود ما که در اینجا ما تا حدوداً سن 15 یا 14 سالگی را من یک دختر بسیار عادی، آرام و در اول زندگی خودم تو ادامه میدادم. و از سن 15 سالگی عشق علاقه‌ای که در مقابل بایسکلرانی داشتم و همچنان دوست داشتم آزاد باشم، در اجتماع بیشتر باشم، همین باعث شد که من رو به ورزش بیارم. بله، در شهر یزد گفتین. بله. به دنیا آمدین. شهر یزدی که چند روز پیش چند هموطن ما را از ما گرفت. متاسفانه. و زندگی چطور بود در اونجا؟ دوره طفولیتتان؟ خب زندگی سختی بود چون ما مهاجر بودیم. بله. و در درس و تعلیم نمیتونستیم اشتراک کنیم و تنها جایی که ما داشتیم فقط خانه مامایم بود و خانه خود ما. بله، یک خانه ماما را داشتین دیگر. بله. که میرفتین. آرزوهای کودکی چی بود؟ چه آرزو به سر داشتی که چی کاره شوی؟ خب هر کس در دوران طفولیت یک آرزوهایی به سر دارن. بله. مثلا من میخواستم یک دختر بسیار اجتماعی با جرأت و همچنان یک دکتر خیلی لایق باشم، ولی وقتی که من 12 خود تمام کردم. بله. دیدم که واقعا خیلی مشکل است واقعا یک دکتر شدن، بسیار تلاش میخوایم. بله، از دکتری گفتین، هنوزم آرزوی چپن سفید و دکتر شدن به سرتان است؟ در حدی میشه گفت بله، ولی دیگه او رویایی که من در خورترکی داشتم فعلا ندارم، چون جنگ و دغدغه هایی که داخل کشور میشه همیشه مانع ازی میشه که من بخوایم دوباره او رشته رو شروع کنم، چون هر روز باید با یک زخمی، با یک بله. نفری که در یک انتحاری از بین رفته من سر کار داشته باشم و این باعث میشه که روحیه من ضعیف شوه. بله، پس برای دکتر صاحبای ما سلام میتیم که با مو قلب پر از محبت همه مریضای ما را درمان میکنن و با همیشه که با دکتر صاحبا روبرو میشه، اینا هیچ وقت قار نمیباشن بالای مریض خود و روی بسیار خوب دکترای ما ازشان پذیرایی میکنن. بارزوهای کودکیت به کدامش تانستی برسی دست پیدا بکنی؟ مثلا تانستم که در یک خانواده اجتماعی باشم. فامیلی ما از سنتی بودن بکشم و تانستم در اجتماع بیشتر باشم، به ورزش دلخواهی که خواستم رسیدم و فعلا هم فعالیت دارم. در خانه بایسکل کسی میگرفتی در کودکی؟ بایسکل بیادرم بود. میگرفتی؟ بله. قال مقال میکردن سرت؟ سر صدا میشنیدی؟ 100%، چون او شخصی مالی یک نفر دیگه بود که من از او استفاده میکردم و حتما جای ازو که خراب میشد مطمئنن دیگه قال مقال میکنن. حتما خراب هم میکردی بایسکل؟ زد و خورد داشتیم دیگه حتما. بین از خانواده بر ما بگوین، کی هستن در خانواده؟ حمایتگر بیشترت کی است؟
در خانواده 7 نفر هستیم به شمول خودم. پدرم، مادر جانم، دو خواهر و دو برادرم و حمایتگر ما پدر و مادرم است. میگن یک پسترسان بسیار خوب هستی در خانواده تان. میتونی خوبتر از موتری که در شهر بازار گردش میکنه از اینا بتونی برسانی خدا به یک مسیح؟ بله، 100%، چون بایسکل است. بایسکل میتونه که آدم یک پسترسان بسیار خوب شود، نه؟ دقیقا. و سودای خانه هم میگه بالای خودت تسگان چیزی که از بیرون میاری؟ استغفرالله. نمیاری؟ خب، در حد نیاز اگر ماله، اگر زیاد ضرورت باشه میگن دوچرخه تا میگیری یا بایسکل تا میبرای میاری؟ اتروز شده؟ همچین اتفاق نفتیده. نفتیده. از مکتبت بیا بر ما قصه بکن. مکتب به کجا خواندی؟ از مکتب چی به یادت هست؟ مکتب پر از خاطرات شیرین کودکی. از صنف اول مکتب محمود هوتکی شروع کردم. بعد از او صوفی اسلام رفتم. خلاصه مکتب های کابل در حد گشتم. بعدش هم که برچی آمدیم برای زندگی کردن، ناحیه 13 مکتب زینب کبرا که فارغ تحصیل از اون مکتب هستم. بله. همکارم قکس های مقبول نشر کردن و یه همیش افتخاراتش برمیگرده بر ما که یک دختر افغان میتونه در مسابقات شرکت بکنه، مسابقات بیرون مرزی شرکت بکنه و داخلی شرکت بکنه. بین از مسابقاتتان بر ما بگویم. از بامیان زیبا بر ما بگویم. چند وقت پیش بامیان رفته بودین و مسابقاتی در بامیان برگزار شده بود. از اونجا قصه بکنیم، بعد میریم به طرف بیرون مرزی. کجا شرکت کرده بودین و چه خاطراتی دارین از اونجا؟ در سال 2018 یک سفر بسیار کوچک تا بامیان داشتم که همراه بایسکل رفتیم. از کابل تا بامیان رکاب زدین؟ بله، حدودا 11 ساعت شد. چقدر این درها مقبول بود وقتی که می رفتی دیگه، نه؟ یک سر آدم می ترسا. ترس 100% داره. و یک بانوی دیگه هم همراه ما بودن، خانم سونیا سلطانی. بله. با اینا هم سفر بودیم و یک مسابقه ای که بین از اونا بود، من از طرف فدراسیون من حیث نماینده رفته بودم که بعد از اختتام مسابقات دوباره برگشتیم. تو از کابل تا بامیان مسابقه چلنجی بود یا همونطور شوق کردیم که برید؟ شوقی. 12 سال. 12 سال. رسیدین باز بخیر. از را بر ما کمی قصه بکنین، از زیبایی های را، از خستگی های را، از برخورد هموطنهای ما که می دیدن تان چگونه برخورد می. و یک بار رفته بودم از رای دوشی از مزار می آمدم به طرف کابل و جای بسیار خوب داشت. مزار جای خوبی است. تا حالا همراه بسکل سفر نکنیم. بله. ولی بامیان دره های زیبایی که در را بود جاهای خیلی قشنگی بود، ولی ترس ما از جلریز بود. تنها ترسی که داشتیم و بسیار بسیار با دغدغه بالا رفتیم از اینجا. خیلی هم نگرانی. از جبری سپری شد دیگه، رفت مسیر ترس از که داشتیم. خیلی با مشکل، خیلی ترس داشتیم، ولی برخورد هموطنهای ما واقعا متاسف هستم برای زینا. البته بازم آرزو دارم یک روز شوه وقتی که یک دختر خانم رکاب میزنه، بله، یک نفر او رو تشویقش کنه. ولی متاسفانه ده همچین چیزی ما تال روبرو نشدیم. بله. هر باری که دیدیم بسیار با یک حادثه بدی روبرو شدیم. بله. زمانی که میرین به یک سفر طولانی، مثلا از کابل بامیان رفتین، تجهیزاتی که با یک بایسکل سوار میباشه و شما یک بایسکل دارین با بایسکلتان میرین، چی چیز بیشتر با خود عمل میکنین؟ خب بیشتر نوشیدنی و مواد انرژیزا هست. این رنج و پلاس و پمپ و یپام هست یا نه؟ اونا 100% باید همراه ما باشه، به خاطر که وسط راه هر اتفاق امکان است بیفته. اگر بایسکلتان در مسیر راه خراب شوه میتونین جور بکنین؟ 100%. از این مدالایت در ما صحبت بکن. این مدال هست کجاست؟ اول از این مدال شروع بکنین؟ کدام این 4 مدال کدامت برات بیشتر خاطر انگیز است، بیشتر دوست دارین؟ 2 مدال طلا، برنز و طلای آخری. خب از کجا هست؟ اینا در سال 2017 داخل پیست پاکستان بود که در اون روز من برای 3 روز تمرین داشتم، ولی در برای 18 روز قرنطین بودیم. 3 روز تمرین داشتم که متاسفانه حادثه کردم، شانه‌ام شکست و دیگه تمرین نتونستم.
بعد از 15 روز مسابقه دادم که تونستم این دو تا مدال بگیرم. وقتی که به پاکستان رفتین دیدگاه چگونه بود؟ چی فکر میکردن وقتی که یک دختر افغان میره و اونجا شامل مسابقه میشه؟ خب اونا خیلی با استقبال زیادی از ما پذیرایی کردن، چون اولین بانوان بودیم که در مسابقات پیست پاکستان اشتراک کرده بودیم. بله. 3 نفر بودیم و برای از اونا یک چیز بسیار جالب بود. چون قبلا از ما بچه ها میتونست که برای مسابقه بتن، ولی از دخترها کسی نبود. بله. و در این دوره تونستم که ما برم. از یک ستان کدام خاطره دارین؟ اکستان کمیل از نشر کردن همکارای ما؟ روز دخن روز افتتاحی مسابقات 2017 در ترکمنستان بود. ترکمنستان هم رفته بودین؟ ترکمنستان اشقاباد. بله. بله. از اونجا بر ما بگوین که کمی از اونجا بر ما بگوین کیا بودن همراهتان و چه دستاورد داشتین؟ در اونجا خب سفر ورزشی همه از همه تربیت بدنی و همه فدراسیون ها بودن و در اونجا تقریبا 18 روز ماندیم و متاسفانه جنجالایی که بین فدراسیون ما و هیئت رهبری بودن نتونستیم وارد مسابقات شویم. بسیار خاطر بدی دارم از این که بالاخره تونستیم که یک مسابقه دوستانه بین 4 کشور ازبکستان، ترکمنستان، بله، تاجیکستان و پاکستان بگیریم که دوام با تجهیزات خیلی کمی که بچه های ما تونستن مقام اول بگیرن. بله. میخوایم در رابطه با این هم صحبت بکنیم. یک دقیقه فرصت داریم. اگر یک دوست بسیار صمیمیت بیایه ازت خواهش بکنه که بانو فاطمه حیدری، ما همین بایسکلت خوشم آمده و دوست دارم که این بایسکل صاحبش ما باش. آیا ای دلت داری که برش هدیه بکنی بیتی بایسکلتا؟ هیچ چیز بارزشتر از دوستایم نیست. پس برای دوستایت هدیه میتی بایسکلتا؟ 100%. چون کسایی که عشق دارن، عشقشان هم وسایل حالیشان می باشد. مثلا کسایی که برای موسیقی عشق دارن، یک آله موسیقی را، چون تمام عشقش هم است. ورزشکار تمام عشقش وسایل ورزشیش است. 100%. بسیار تشکر، خیلی خوشحال شده، آرزوی موفقیت برات دارم. اگر حرف و پیامی داشته باشی چیزی؟ فقط از بانوان عزیز واقعا خواهش میکنم هر رشته ای را که دوست دارن ادامه بدن و به آرزوها و اهدافهای خود فکر کنن و رسیدن به هدف خیلی پسی و بلندی هایی را در راه داره، پس باید خیلی قربانی های بزرگ بدن تا به هدف خود برسن. پس قوی باشیم نه؟ 100%. بسیار تشکر. میریم به طرف میان برنامه کوتاه، دوباره برمیگردیم در ادامه برنامه بامداد. با ما باشین. میتونین که شما هم مشکلاتتان بر ما بگوین. همکارای ما در استودیو هستن از طریق 86-56. من منتظر هستم که چه پیام و چه مشکلات با ما شریک میسازین. وقفه میگیریم.